در این ویدیو در مورد دو چیز مهم میخواهم صحبت کنم. در زندگی به این دو مورد توجه خود را تمرکز دهید. 1. حسرت کم، تفکر بیشتر نماییم. 2. توقع و انتظار کم، تلاش بیشتر کنیم. در ادامه مرا همراهی نمایید. یک، حسرت چیست؟ حسرت یا پشیمانی احساسی است که در آن یک فرد آرزو می کند در گذشته تصمیم دیگری گرفته بود، زیرا عواقب این تصمیم نامطلوب بود که موجب حسرت یا پشیمانی شخص شده و فرصتی از دست رفته یا تصمیم اشتباه مربوط می شود. به جای حسرت تفکر کنیم. با تفکر ذهن بیدار شده، مغز را آگاه می سازد، چشم را روشن می کند و گوش ها را باز می نماید. بنابراین از این طریق می توانیم مغز خود را به آگاهی برسانیم. حسرت یا پشیمانی را فراموش کرده دنبال فعالیت مثبت در حال و آینده باشیم. زیرا وقتی بدن فعال شد، حرکات قلب نیز به سوی عادی شدن می رود و بدن ما احساس سبکی و شادی را به خود جذب می کند و ما را از شر افسردگی و اضطراب دور می نماید. توجه داشته باشید، حسرت خوردن به معنی خود خوردن است، چون اتفاق در گذشته افتاده است و شما در حال حسرت آن را می‌خورید. از زندگی خود ناامید هستید، در مورد هیچ راه حل فکر کرده نمی‌توانید و هر لحظه به مغز و قلب خود فشار می‌آورید. با این کار افسردگی را در مغز خود ایجاد و تنش را در قلب و تمام بدن خود بیشتر می‌سازید. 2. توقع و انتظارات چیست؟ گاهی اوقات توقعات و انتظارات زندگی یک فرد سخت و غیر قابل تحمل می کند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در رابطه دوستانه، فامیلی یا عاشقانه با توقعات از طرف مقابل روبرو شده اید که به نظرتان منطقی نبوده است. البته میان انتظار و توقعی بجا و بجا مرزی وجود دارد. مثلا اینکه شریک عاطفی شما انتظار محبت و عشق از شما داشته باشد یک توقعی کاملا عادی و بجاست. اما اگر این انتظار فراتر رود و از شما بخواهد به خاطرش از کار خود بزنید یا با خانواده خود قطع ارتباط کنید، به نقطه توقع و انتظارات بی جا رسیده و شما اکنون در این فکر هستید که چگونه رابطه خود را با او قطع کنید. توقع از نظر روانشناسی باورهای شخصی در مورد اتفاقاتی هستند که انتظار داریم در آینده رخ دهند. این توقع و انتظارات بر نحوه تفکر، احساس و رفتار افراد و فرایندهای فکری که شامل توجه، تفسیر و حافظه است تأثیر می‌گذارند. روانشناسان معتقدند انتظارات بر احساس افراد از جمله نگرش، اضطراب و افسردگی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند بر اتفاقاتی که در آینده فرد می‌افتد تأثیر منفی بگذارد. توقع داشتن از دیگران یک امر طبیعی است و برای همه ما پیش آمده که در لحظات زندگی خود توقعات از دیگران داشته ایم. قطعا هر شخصی در ازای کاری که انجام می دهد توقع حقوق دارد. هر زن و شوهر توقع کسب مهر و محبت از طرف مقابل دارند و هر شخصی در رابطه دوستانه خود توقع همدلی دارد. این توقعات طبیعی بد نیستند و در سرشت هر آدمی وجود دارد. اما توقع هنگامی مضر می شود که بی جا باشد. به جای توقع و انتظار از دیگران تلاش کنید تا نیازهای فکری و مادی خود را برآورده کرده و خود را از وابستگی و از توقع به دیگران مستقل سازید. تلاش شخصی ظرفیت فکری اشخاص را بلند برده، تحمل افراد را بیشتر می سازد. اگر این گونه معلومات را می پسندید، لطفا نظراتتان را در بخش کامنت بنویسید. اگر دوست دارید زندگی خود را به آرام‌ترین شکل ممکن سپری کنید، توقعی از دیگران نداشته باشید. اگر فکر می‌کنید این کار برای شما به یک عادت تبدیل شده و نمی‌توانید از آن دست بکشید، پیشنهاد می‌کنم کتاب ریز عادت‌ها یا مینی هابیتس را که در زیر این ویدیو با فرمت PDF و به زبان انگلیسی گذاشتم و از اهمیت عادات در سرنوشت خود باخبر شوید. تشکر از توجه و همراهی شما. تا ویدیوی بعد خوش وقت بمانید.